آخوندهای میلیاردر و مردم گرسنه به دنبال گزارشات افشاگرانه خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس درباره ثروت های ای سران جمهوری اسلامی از جمله ثروت 95 میلیارد دلاری علی خامنه ای مجله آمریکایی فوربس نیز در مطلبی تحت عنوان روحانیون میلیونر هرس و مراجع دینی حاکم بر ایران برای دستیابی هرچه بیشتر به مال و ثروت از کانال های نامشروع و چپاولگرانه را مورد توجه قرار داده است. در گزارش فوربز به تسلط روحانیون ایران بر ثروت و سامان این کشور از کانال اداره و مدیریت انحصاری مؤسسه های خیریه تولیت اماکن مذهبی و تسلط بر بخش های دولتی سرمایه و منابع طبیعی کشور اشاره شده است. مناسبات حاکم بر جامعه ایران البته که مناسباتی سرمایه دارانه و متکی بر استثمار نیروی کار طبقه کارگر و ستم بر اخشار زحمتکش جامعه است. در این مناسبات که توسط دولتی مذهبی محافظت می شود، قشر آخوند به بخشی از سرمایه داران دارای امتیازات ویژه تبدیل شده اند. بسیاری از آخوندهای حاکم بر ایران طی سی و شش سال گذشته به ثروتهای افسانهای غیرقابل تصور دست یافتهاند اگر فرماندهان سپاه پاسداران را می توان از بزرگترین سرمایه داران ایران و منطقه به حساب آورد شماره بسیار زیادی از آخوندها و آقازاده های آنان نیز اگر در صف اول چپاولگران قرار نگیرند عقبتر از فرماندهان سپاه پاسداران نیستند در میان چپاولگران دسترنج کارگران و ثروت عمومی مردم ایران می توان به اسامی علی خامنهای و فرزندانش در مؤسسه سرمایه‌ای ستاد اجرای فرمان خمینی مصباح یزدی با مافیای شکر خانواده واعظ تبسی با سرمایه های آستان قدس رضوی رفسنجانی و آقازاده هایش با مناطق آزاد تجاری خودروسازی ها و پروژه های راه و ساختمان سازی و مترو امام کاشانی با معادن سنگ مرمر گران قیمت ایران و دهها نام دیگر اشاره کرد که اختاپوسگونه بر سرمایه های کشور چنگ اند در ایران به عنوان کشوری که دولت مردانش بیش از هر کشور دیگری در دنیا غرق در فساد مالی و اخلاقیند، تمرکز این همه ثروت محصول استثمار کارگران رشد فساد و خاری، اقتصاد مافیایی به از کنترل است و بس سران جمهوری اسلامی و مؤسسات مالی و سرمایهگذاری وابسته به بیت رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اماکن مذهبی نه مشمول مالیاتند و نه تحت کنترل قرار می گیرند. زمانی هم از گوشه ای از این مؤسسات و سایر نهادهای مالی تحت کنترل آنها پرونده فساد، رشوهخواری، اختلاس و دزدی افشا می شود، دستگاه های امنیتی و قضایی را به یاری می طلبند. پرونده های فساد را مختوم اعلام می کنند. روزنامه ها را به سکوت وامی دارند و میخواهند که فیتیله ها پایین کشیده شوند و جار و جنجال به پا نشود. آنان در سکوت رسانه‌ای و آرامش گورستانی ارقام نجومی اختلاس را ما بین خود تقسیم می کنند. در کشوری که رئیس جمهورش اعتراف می کند که رشف خاری و زیرمیزی بگیری از بالا تا پایین در سیستم تحت مسئولیتش قباحتی ندارد، تمرکز این ارقام نجومی در دست اده ای آخوند نباید جای تعجب باشد. سران جمهوری اسلامی در حالی لیست اسامیشان در کنار بزرگترین سرمایهداران جهان قرار می گیرد که اکثریت عظیمی از مردم ایران مطابق استانداردهای بین المللی گرسنه و بخش بسیار وسیع از کودکان در این کشور از سوء تغذیه و بیماری های گوناگون رنج میبرند. چهره های تکیده و استخانی آنان حکایت از رنجی جانکاه در درون آنهاست. وقاحت سران جمهوری اسلامی در این است که در حالی که خود در ناز و نعمت زندگی می کنند بر سر صفره های رنگین می نشینند و نه بحران اقتصادی و نه محاصره اقتصادی در به هیچ کدام از آنان را نکوبیده است دائما مردم ایران را به پذیرش سیاست ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی این اسم رمز مرگ تدریجی دعوت می کنند. بر همین اساس از بودجه های عمرانی و رفاهی میزنند. حقوق و بیمه های کارگران و حقوق بازنشستگان را پرداخت نمی کنند. ها را پایین نگه می دارند. اما کمک های دلاری برای بقای بشار اسد، تقویت حزب الله لبنان، تشکیل میلیشیای شیعه در عراق، تجهیز انصار الله یمن، و غیره صرف می کنند. رسانه های وابسته به رژیم با مرگ هر آخوندی همگی پشت سر هم ردیف می شوند. رپورتاج مراسم تطفین و سوگواری تهیه می کنند و پیام های تسلیت از هر سو سرازیر می شوند. اما همین رسانه ها خبر مرگ صدها کارگر که در محیط های کارگری می سوزند. از بلندی سقوط می کنند با نشت گاز مسموم می شوند و اعماق چاه ها و معادن به گورستان آنان تبدیل می شود را سانسور می کنند. رژیم در حالی خانواده های این قربانیان سود پرستی سرمایه داران را به حال خود رها می کنند که پرداخت کمک هزینه کشته شدگان عضو حزب الله لبنان را حتی یک روز به تأخیر نمی اندازد. به نظر نمیرسد که طبقه کارگر گرسنه اما خشمگین جوانان محروم اما امیدوار به آینده زنان رنجیده و مورد تبعیض اما آماده به میدان آمدن شکمهای برامده آخوندهای سیر و سرمایداران حریص را نبینند و همچنان خشم خود را فرو برند روند مبارزات جاری کارگران در نقاط کشور آمادگی زنان برای به میدان آمدن صف پرشور جوانان مبارز حکایت از آغاز یک پایان است پایانی که دست سرمایه داران علل عموم و آخوندهای میلیاردر را از چاپیدن ثروت و سامان مردم و کشور کوتاه کند چنین آرزویی تنها زمانی به امر واقع تبدیل خواهد شد که کارگران، زنان، جوانان و مردم مبارز متشکل و متحد شوند.